بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با جاوید جاوید، استاد دانشگاه. آقای جاوید، سلام به شما و برنامه خوش آمدید. شکر. در رابطه بر مبادله زندانیان میان حکومت و طالبان، حالا هنوزم گفته میشه که رایزنی وجود داره و این روند تکمیل نشده هنوز. وقت تصمیم بر این گرفته شد که 400 زندانی رها شوند، آن زمان در مورد رهای زندانیان افغان بیشتر تاکید صورت نگرفت، اما حالا از دید شما دلیل چی هست که هنوز هم رایزنی صورت میگیره، هنوز هم در مورد رها شدن این زندانیان مشکل وجود داره؟ بله، تشکر. برداشت ما ایست که از اول خب چند بار دیگه هم در این صحبت کردیم، بسی بوده که دولت افغانستان از روند مذاکرات بیرون گذاشته شده و به اون دلیل هم بود که دولت افغانستان فرصت های مختلف هم میبینه. شما میفهمین که در حال حاضر ما به سر یک بنبست جدید روبرو هستیم، به این معنا که بعضی از متحدان امریکا و اعضای ناتو مثل فرانسه و کشور دیگر مثل استرالیا بحث رها نکردن زندانیان را مطرح میکنن و به اون دلیل هم است که رئیس جمهور افغانستان و حکومت افغانستان تلاش میکنه که به دلیل از اینکه از روند پس مانده و هر وقت تلاش میکنه که تعلل به وجود بیاید. حالا مثلا شما دقیق فرمودین که بحث رهایی زندانیان یک مسئله بوده که امریکا با طالبان توافق کرده و حکومت افغانستان هم خود ملزم میدونست که باید رها بکنه، اما اینکه هر روز یک سناریوی جدید مطرح میشد، برداشت من است که عمو مسئله که حکومت افغانستان از روند گفتگوهای بیرون صلح میان امریکا و طالبان بیرون مانده بود، برداشت من است که امی مسئله میتونه یک از عوامل باشه که این بحث هر روز مطرح میشه. در پالی از دانش سبق اجازه باشم من چند نکته دیگر هم بگم در مورد گفتگوهای سال. اولی که شما بحث جنگ و سال افغانستان هم میفهمین که سه تا زل داره، یک زل اجماع داخلی است، منطقه است و فراتر از منطقه. در مورد اجماع داخلی اگر شما ببینید در گذشته حداقل با برگزاری روی جرگه شما ببینید که یک چتر کلان زیر رهبری خود حکومت ایجاد شد، اما مشکلی که حال اون بحث قدرت سیاسی یا پالیتیکال پاور که مطرح است است که شما میفهمین که حکومت افغانستان از روند ما پیشتر گفتم دور مانده و حال خود حکومت در رأس امی اجماع در حد احزاب و شخصیت های سیاسی حال به وجود آمده، اما حکومت افغانستان به دلیل از اینکه او خواسته های حکومت افغانستان برآورده نمیشه و حضور و دوام کار حکومت با پرسش روبرو میشه، بنان در حال حاضر فرانسه را میبینین که یک مسئله دار، روسیه و چین اینا. حکومت افغانستان خودش در حال به اصطلاح تعلل و تأخیر است به دلیل که از روند بیرون مانده. بنان اجماع داخلی را که گذشته صحبت میشد، حال خود حکومت به نحوی به دلیل که خودش بیرون است از مسئله، این با کمه که با مشکل روبرو شده. دوم بحث منطقه‌ای را شما ببینین، ببخشین، در بحث منطقه‌ای شما می‌بینین که چند وقت پیش CNN یک گزارش نشر کرد در مورد روسیه که روسیه برای طالبان پاداش داده برای کشتن سربازای آمریکایی. شما اگر ایران رو ببینین، تازه با CNN به نظر من گزارش دیگه نشر کرده که به گروه شبکه القاعده ایران پول و پاداش داده برای یک سربازای آمریکایی در افغانستان. بنان برداشت من است که بحث منطقه‌ای را مگر شما متوجه باشین که ایران است، روسیه است، چین است و این تعارض و نزاع بین این کشورها را شما می‌بینید که آمریکا متهم می‌کنه یک روز روسیه را، روز دیگه متهم می‌کنه ایران. بنان اجماع منطقه‌ای و هند شما می‌بینید که شدیداً نگران است، چون پاکستان در رأس و یکی از کشورهای که تا به حال هیچ ملاحظه نداشته پاکستان بوده، با آمریکا شانه به شانه میره. بنان هند، روسیه و ایران از جمله کشورهایی است که هند به دلیل اینکه از این گفتگوها بیرون مانده، نگرانیش از طرف پاکستان است. شما روسیه رو میبینید که متهم میشه، ایران رو میبینید که متهم میشه. بنان بحث او زل دومی صلح که عبارت از اجماع منطقه‌ای باشه، او با پرسش روبرو شده. و زل سومی جنگ صلح افغانستان اگه شما نگاه بکنین، او بحث فراتر از منطقه است. آمریکا و متحدانش و اعضای ناتو، فرانسه را شما ببینید که از کشورهایی است که از جمله کشورهای اعضای ناتو است. بنان ناتو امروز، فرانسه ببخشید، خودش امروز ملاحظه شیست که باید سربازای یا طالبان رها نشه و 6 تن است یا هر چندی که است. بنان به نظر میرسه که یک ابهام تا خود امریکا نتانسته که متلفان خودش که بسیار نزدیک بوده اونا را قناعت بده. بنان در سه ظلم میبینیم ما در اواخر با یک مشکل رو بروستیم، ظلم منطقه‌ای را اگر شما ببینید، ظلم جهانی را اگر ببینید و ظلم داخلی یا ملی صلح افغانستان را ببینید، ما میدارستیم که این مشکلات هر چیز رو درست در قسمت رهایی شرط زندانی. حالا طالبان قبل از این هم بارها تاکید کردن که حتی اگر یک زندانی از این 400 زندانی رها نشه، اونا گفتگوها میان افغانان را آغاز نخواهند کرد. اما حالا وقت مشکل از طرف حکومت افغانستان نیست، از طرف فرانسه یا هم از طرف کشورهای دیگر هست، از دید شما باز هم طالبان بر این مسئله تاکید خواهند کرد یا امریکا مجبور میشه که فشار وارد بکنه بر این کشورها تا به نوع خاص طالبان وجا شود؟ دو تا راه حل برداشت نمی‌یست که وجود داره. یکی که
اول خب امریکا مخصوصا مثل فرانسه و آسترالیا خناعت بته که بحث رهایی زندانان به مشکل نرمال شدامه پیدا بکنه تا این موزل تا به حد دل شد. چون یکی از برداشت ما ایست که موزل اصلی فعلا نیست که خب فرانسه و مختلفان امریکا سر از این تاکید داره با مدلیل هم است که روند با تأخیر روبرو شده. غیر صورت خب امریکا 5100 زندانی ده. بیشتر از یک حتی 80 دیگر هم از جمله 400 خطرناک هم بگن رها کردن. این کار و این معمول که بود اتفاق افتاد. بنان در امریکا میتونه که به حکومت افغانستان فشار بیاره و این باقی مانده زندانی های طالبان هم رها بکنه. بنان رای اولش ایست که امریکا خنعت بته همکارای بین‌المللی خودش از آی ناتو را استرالیا را فرانسه را و رای حل دومش هم باز سر طالبان میتونن فشار بیارن که کار بکنه و کوتاه‌تر از او سر حکومت افغانستان بسیار به سادگی میتونه که فشار بیاره و سربازان طالبان از بندهای افغانستان رها بکنه. درست. حالا حکومت افغانستان مسئله کماندوها و خلبانان افغان را هم مطرح میسازه در این بحث که حالا طالبان باید کماندوها و خلبانان افغان را که پیشان در بند هستند رها بسازند تا این روند تکمیل شود. از دید شما طالبان این کار را خواهند کرد؟ خب ببینید یک تعهد بین امریکایی‌ها و طالبان وجود داشت مبنی بر رهایی 1000 زندانی افغان و در برابر 5000 زندانی طالب. برداشت ما ایست که اولی که ما امیدوار هستیم که طالبان چون این کار را بکنه و این کماندوها را رها بکنه. حتی اگر چون این کار هم نکنه برداشت ما ایست که اگر یگانه عامل همی باشه که دولت افغانستان تاکید بکنه که کماندوها و خلبانان ما رها بکنیم، من فکر میکنم که تا آخر دولت افغانستان سر از این موضعش استاد نخواهد شد. به دلیل اینکه ما دیدیم دیگه حکومت افغانستان چی خطوط را تعیین کرده بود که بالاخره پا پس کشید. بنان برداشت می‌ایست که در شرایط فعلی اگر حکومت افغانستان تلاش بکنه که امتیاز بگیره و کماندوها و خلبانانش رها بکنه خب بسیار خوب. اگر احیانا اون مشکل فرانسه و اسرائیل حل شود برداشت می‌ایست که حکومت افغانستان سر موضع کنونیش استاد نخواهد شد. درست. و در کنار این مسئله فکر میکنین که تعهد که صورت میگیره که اگر زندانیان رها شوند 3 روز بعد گفتگوها آغاز خواهد شد، چقدر می توانید اطمینان داشت؟ ببینید ما 6 ماه تقریبا میگذره این روز آغاز میشه، صبح آغاز میشه، ببینید یک روز یک چیز اتفاق میفته، روز دیگه هم چیز دیگر اتفاق میفته. بنان بسیار سخت است که آدم پیش بینی بکنه که چه پار از دم جیران لو جرگه دیدین که گفتن که 3 روز بعد آغاز میشه، دیدین که 6 روز شد، نمیفهمم امروز هفته دوم یا سوم میشه. بنان بس است که گفتگوها و اما بس حل منازعه گران بسیار پیچیده است و بسیار سخت است. باز طرف هایی که مثل افغانستان، حکومت افغانستان اگر شخص هایش ببینین از جمله دولت های ضعیف است، بنان به این شکل ما فکر میکنم بسیار سخت است پیشگویی کنیم. اما ما امیدوار هستیم که اما خیلی کوتاه‌تر به چه شکل میتونه مثلا حل شه و زودترین فرصت ما این گفتگوها رو داشته باشیم؟ خیلی کوتاه اگر بگم طرف ها تعهداتشان انجام بدن، ما فکر میکنم که میشه این گفتگوها به نتیجه برسه. امریکا تعهد کرده بودن باید مطالفانشان مثل فرانسه متعهد بسازد، طالبان هم به تعهداتشان عمل بکنن، دولت افغانستان هم به تعهداتشان عمل بکنه. فکر میکنم که یک راه حل ما میرسیم. ممنون از حضورتان آقای جاوید دربند.